درود. در برنامه این هفته نگاهی میکنیم دیگر به جشنواره دو سالانه ترانه شرق در سمرقند. چشمه آب، این آب چشمه دانیال است. آب خیلی خونکه، از ما جرات نمیکنه از این بخورم. خیلی هیجان انگیز است. این از اطراف شهر میان اینجا آب میخورم، صورتی میشورم، بعد تو بطری آب میارم پر میکنم میبرن. بطری آب خالی هم 1000 سوم میفروشن، یعنی 10 سنت بطری خالی. آبش کاملا مزه داره، خنکه و یه مزه گرفته‌ای داره. انگار یکی از دوستان گفت ته دوغو داری میخوری، دوغی با آب قاطی شده. خیلی مزه داره، امراش بالاست. این آب تازه با لوله از چشمه میاد. چشمه اونجاست، در از که روش یک گنبد زدم از کاشی. چشمه اصلی اونجا هستش، ولی خوبی قابل استفاده است. کعبه و بتخانه بهانه است. ما این دیدار دانیال نبی که آرامگاهش در شوشه، ولی میگن در اینجا هم هست، در سمرقند. 18 متر قد داشته. آرامگاه طبیعی هستش. کسی که میتونسته رؤیاها رو تعبیر کنه، دانیال نبی. به ما اجازه دادن که بریم یه طوافی بدیم. این قبر فرضی دانیال نبی هستش. دانیال نبی کسی بود که عالم غیب رو میتونست ببینه، میتونست خط غیب رو بخونه. زمانی که یهودیان و بنی اسرائیل در اسارت بابلیان بودن، کوروش کبیر وقتی میره و بابل رو آزاد میکنه، یهودیان رو هم آزاد میکنه و دانیال نبی به عنوان یکی از مشاوران کوروش به ایران میاد و تا آخر عمرش هم در ایران میمونه و در شوش دفن میشه.
و وقتی که در شوش بوده بدنش مومیایی بوده، در زمان اسلام سالها بعد دانیال رو در میارن، غسل میدن به روش اسلامی، دوباره دفنش میکنن در اون آرامگاه. میگن که تیمور لنگ خاک آرامگاه دانیال رو با خودش آورده و در اینجا آرامگاه یادگاری رو برای او ساخته. خیلی میگن که نه پاش هست، یکی میگن دستش هست، قسمت از بدنش هست و دست خاک اون است. و درست 18 متر، این 18 متر میگن همیشه اندازه های قد آدم، مناره ها، جاهای مذهبی، این 18 متر یک عدد مخصوص مذهبی و مقدس هستش و این قبر هم 18 متره. نه که دانیال چنین قد و بالایی داشته، بلکه چنین برای او ساختن. از اینجا میتونی اینجا رو ببینی، بچه نسیم خوبی هم میاد، به ما اجازه دادن استثنا بتونیم بیا اینجا طواف بدیم. اینم نمیدونم چه آیه‌ای نوشته شده چون وقت نداریم. دستی که میزنم زیرش سنگ کاملا و شاید اینجاست، نمیدونم، یه سنگ هم اینجا هست. میریم بیرون یک معجزه ای رو نگاه کنیم که میگن به خاطر قبر دانیال. جاره تو قسمت های مختلف شهر مثل اینجا این ریحان هستش، ریحان کوچک. بهش هم آب زدن، خیلی خوش عطر تازه شد، یعنی گلدونان میزنن و هوا رو خوشبو میکنه. اینا آرامگاه دانیال. کنار این آرامگاه هم یک نشان هست که در بعضی جای شهر هم می‌بینید. این نشان رسم مغول‌ها بوده، تیری می‌گذاشتن و در بالاش دم اسب یا یال اسب رو آویزون می‌کردن. این نشانه که در اینجا فرد مهمی دفن شده، به این میگن توق. اینجا هست، در جای دیگه هم می‌بینید. اما این درخت جالب یکی از روایت ها اینه که این درخت رو امیر تیمور لنگ آورده از ایران نشاشو یا دانشو و اینجا کاشته و این رشد کرده و شاید یک درخت پسته 600 ساله. حتی یکی از تصورات و چقدر واقعیت داره خدا داند و میگن اینجا این درخت کوچولوش در اومده پسته از ریشه این درخت، میگن که اونم خدا داند. و نکته جالب اینه که این درخت پسته در حدود 23 سال پیش خشک شده بوده به کل و میگم مدتی هم خشک مونده بوده تا اینکه اسقف الکسی دوم، یکی از اسقف‌های ارتدوکس روسیه، میاد به دیدار قبر دانیال، معروف به دانیال در این قسمت، و میبینه که این درخت خشک شده. و جالبه که از آب چشمه که این پایین هست و مردم ازش مینوشن، آبی رو برمی‌داره و به این درخت می‌ریزه و میگم بعد از اون این درخت به طرز معجزه‌آسایی زنده میشه و سبز میشه دوباره. و این اصلا نوشته شده به عنوان یک سندیت تاریخی داره، اتفاق خیلی جالبی بوده. و این درخت پسته اصلا خیلی عزیزه در کنار مقبره دانیال. و ناگفته نماند که درخت مال جنوب ایران هست و مرکز ایران، نه طرف خراسان و این مناطق، برای همین حتما به اینجا آورده شده بوده. چند تا هم پسته داده اون آخرش. و اونجا هم دری که میبینید، در قدیمی که میبینید، در دل کوه با اجازه یکی از دوستان ازبک تاجیک ما رفته اینجا، این در چله خانه هستش که دورش هم گل گرفتن. در بدنه این کوه گلی میرفتن به چله میشستن، تسکین نفس میکردن و الان دیگه درش قفل شده. و این بدنه صخره که میبینید پشتش زمین بزرگی هست، خرابه بزرگی هست که شهر قدیم سمرقند بوده و پادشاهی داشته. در این شهر حفاری کردن، کاوش کردن،
بدنه‌های قصر رو پیدا کردن، نقش‌های رنگی رو پیدا کردن دوره ساسانیان زمانی که سقدی‌ها اینجا حکومت می‌کردن و همینطور استخون‌های بسیار عجیب و غریبی، اصلا انگار استخون انسان نیست. برای قبل از اینکه این نقش‌ها و استخوان‌ها رو ببینیم، نگاه کنیم به آهنگ، به موسیقی از جشنواره ترانه شرق و بعد به موزه خواهیم رفت. چشمی سرمسا اینجا نگاهی گرم و ادای دل ربا اینجا برنامه بلور بنفش بی بی سی رو نگاه میکنید در حاشیه شهر سمرقند در ازبکستان امروز. اینا رو ببینید، خشتای کاگلیه که دارن همینجا درست میکنن. بعد از 2000 سال هنوز دارن دقیقا همین کار رو میکنن که ما میخوایم به دیدنش بریم. این تپه ها رو میبینید، تپه های خاکی و غارهایی داره. این در اصل دیواره، حصار شهر باستانی سمرقند بوده که اینجوری خراب شده چون از کاگله و دیگه شده یک تپه طبیعی. ببینید هنوز یک چیزایی میشه از به عنوان یک دیوار تشخیص داشت. بسیار بزرگ، یک شهر بزرگ بوده، از زمان هخامنشیان شکل گرفته، بر روی راه ابریشم، یکی از شهرهای مهم راه ابریشم بوده، راه داد و ستدی که از چین تا به روم یا اروپا راه داشته و تا 800 سال پیش هم هنوز رونق داشته، کار کاسبی توش بوده، مردم اون تو زندگی میکنن، یعنی دوران دیگه اسلامی شدن این کشور قبل از تیموریان هنوز این شهر کار میکرده و الان اثراتی ازش وجود داره از آخرین سالهای زندگیش. یک قبرستانی هست در اون گوشه و یک سری مجموعه آرامگاه هست که بهش میگن شاه زنده. در گوشه دیگرش یادبود دانیال نبیه. مردم امروزی سمرقند به این شهر میگن شهر افراسیاب، چون از دیدشون اون پادشاهان خیالی افراسیاب معروف که مال این خطه بوده، از دیدشون اینجا زندگی میکرده و اینجا پادشاهیش بوده. چند سال پیش اینجا رو حفاری میکنن و میفهمن که یک شهر بزرگی بوده با بازار و یک قصر، قصری بسیار عجیب که بعد از حفاری و کاوش هایی که کردن، قسمت های از کاخ و شهر و زندگی مردمشون رو در موزه ای در همین گوشه به نمایش گذاشتن که بعد بریم ببینیم حتما، چون در این برنامه ما هم موسیقی رو میبینیم، هم فرهنگ، هم تاریخ مشترکمون رو با مردم دنیا.
گچبوری های بیرون کاخی بوده که پیدا کردن، خیلی شبیه به گچبوری دوره ساسانی هستش. و درون این کاخ چه بوده؟ این در از تخت جمشید خراسان بزرگه که میبینی، نقشایی که روی دیوار کاخی بوده در شهر قدیم سمرقند. هر دیوارش نشانگر یک اتفاق بزرگ این شهر در زمان خودش بوده و ارتباطاتش با دنیا. و من یادمه که اینها رو من تو کتاب‌ها دیدم. وقتی بچه بودم کتاب‌های تاریخ ایرانی که می‌دیدیم اینا رو نشون می‌دادن که اینا نقش‌های استثنایی هست که حتی نقش پارچه رو میشه رو لباس‌ها دید و نشون میده که چطور مردم این قسمت‌ها هماهنگی داشتن در مذهب که اون موقع حدس می‌زنن زرتشتی بوده، در زبان مادری مشترک که زبانی بوده که همون زبان اوستایی و زبانی که داریوش هخامنشی به نام زبان آریایی ازش یاد میکنه، ریشه های این زبان ها بوده. اینجا کاوشگران که سال 1344 تولد من این تالار رو وسط اون تلی از خاک کشف میکنن و حدس میزنن که تالار یک کاخ بزرگی بوده. سقفاش هم به سبک سقفای پامیری حدس میزنن بوده که مربع در مربع میشه تا اینکه سوراخ باز میشه تا اون بالا. اینجا خیلی جالبه، اینجا هدیه دارم میارم به طرف یک پادشاهی، هدایا پیله های ابریشم از طرف چینیان. بعد تاریخدان ها اعتقاد دارن مردانی که موهای بسیار بلندی تا کمر دارند که به نظر ما چینی یا مغول هستن میگن ترک ها بودن. اینکه ترک ها در اون زمان به این اسم بودن خدا داند، خود اونا بهتر از ما میدونند. و اینا دارن هدیه میبرن به طرف پادشاه و خیلی جالبه. و اینکه این پادشاه که بوده بر روی لباس یک نماینده اون گوشه نوشته شده به خط سغدی. خط سغدی مثل خط اوستایی و خط پهلوی که خط پیش از فارسی بوده، حتی فارسی امروز همه از خطوط آرامی شکل میگرفتن که به این صورت نوشته بشن، خط میخی و غیره نبودن. به سغدی نوشته که اون کسی که اونجا واسه صورتش معلوم نیست نماینده چاچ هستش، اسمش بوده پوکرتزاده، اسم اون کسی که اونجا وایستاده نماینده چاچ. و چاچ جالبه که مکانی بوده که همین ازبکستان امروزی، جایی در چند صد کیلومتری شمال سمرقند، شمال شرقی. و نام پادشاهی که هیچ چیزی ازش دیگه معلوم نیست و حدس میزنه که اونجا نشسته بوده پارخومان بوده، پادشاه مقتدر که ما هیچ چی راجبش نمیدونیم. و در زمان خودش یکی از سلاطین راه ابریشم بوده و سمرقند شهر بسیار کلیدی بوده برای راه ابریشم که راه تجارت و بازرگانی از چین تا اروپا بوده. برای همین ما می‌بینیم که ابریشم کادو آوردن، هدیه آوردن برای پادشاه. و یک بسیار جالبی که گویا هست در این نقش اینه که افرادی که درش هستن حتی پشت کردن به نقاش. شاید به این معنی باشه اون زمان یک دید خیلی واقع گرایانه پیدا کرده بودن، دنیای دو بعدی خواسته بودن بیان بیرون. این نشون دهنده پیشرفت بزرگی در علم و تفکر انسانی اون زمان میتونه باشه که ما تو این نقش داریم میبینیم، البته خراب شده. در دیوار اینوری هم ارتباط بسیار مهمه این پادشاهی شهر سمرقند رو میبینیم با راه ابریشم، چون تمام این دیوار به خاندان تنگ پادشاه چین اختصاص داده شده. اینجا ملکه چین رو میبینیم که نشسته روی یک قایقی و روی یک برکه خیالی و یه سری جانوران خیالی و واقعیت ستاره دریایی مینون گوشه هستش و اردک و کفتر و نیلوفر آبی روی آب هست. و اینجا بسیار جالبه یک اردکی رو میبینیم که داره به بچه‌هاش کرم غذا میده
و جالبه که این جوجه اردک ها پشتشون رو باز کردن به بیننده، یعنی کاملا کسی که اینجا رو ترک کرده خواسته وقتی شما وارد میشین انگار وارد واقعیت مجازی میشین، انگار داخل یک فضای قرار میگیرین که همه رو میتونین اونجوری که هست ببینین، واقعا سبعدی ببینید. به خاطر همین اینقدر رنگ ها زنده بود در زمان خوش، خواستن یک واقعیت مجازی بسازن و این اینجا قشنگ میشدید. و این ور جالبه، اینجا هم یک معمایی هست در اینجا که میبینیم مردی نشسته و یک گویی جلوش هست، یک گویی و یکی دیگه هم داره بهش نگاه میکنه و هیچکی نمیدونه منظور از این گویی چه بوده. و اما نکته جالبتر در اتاق بغلی هستش. اینجا چیزایی که در حفاری‌های شهر افراسیاب پیدا کردن، همون سمرقند قدیم، و اینها هم قبرهایی هست. شاید تعجب کنید چرا اینقدر کوچیکه، برای اینکه در اون زمان به روش زرتشتیان اون زمان یا کسایی که اینجا باور داشتن، مرده‌ها رو بیرون می‌ذاشتن و فقط استخوناشون می‌موند که می‌ذاشتن تو این جعبه‌ها، تابوت‌ها و اینا رو نگه می‌داشتن. حتی علامت صلیب روش هست، می‌بینید؟ ولی خب هیچ ربطی به صلیب نداره به اون صورت. و گواه منم نقش رستم، قبر پادشاهان هخامنشی در بدنه کوه هستش که کاملا به شکل صلیب نقش دادن و قبر داخل اون هستش. این صلیب یا چلیپا از نشانهای قدیم ایران باستان و باورهای ماست. حالا نکته خیلی جالب، جمجمه هایی که ما تو این شیشه میبینیم و این جمجمه ها رو در قبرستان های همین شهر قدیم پیدا کردن. و شما شکل جمجمه رو ببینید، شکل غیرعادی دارن، شکل انسانی حتی ندارن، کشیدن و بزرگن. برای سالها بعضیا فکر میکنن که اینها یا موجودات فرازمینی هستن یا انسان هستن که از زاد و ولد با فرازمینی هستن، یا اینکه دارن خواستن عده اونا رو در بیارن، که هیچ کدوم از اینا نیست. یه همچین سنتی از زمان پارین سنگی در ایران و آسیای مرکزی و بعد انسان‌هایی که به آمریکا رفتن با خودشون بردن، انسان‌های نخستین، چنین باوری داشتن که با شک دادن به جمجمه انسان‌ها حالت الهی پیدا می‌کنن و جمجمه بچه رو لای تخته می‌ذاشتن و می‌بستن که از بچه این شکل بگیره. حتی مصری‌ها این حالت رو داشتن و این جمجمه شبیه به این در اطراف زاگرس هم پیدا شده از قبرهای 5000 ساله که جمجمه ها رو کشیدن به این شکل در آوردن. شکل دادن به بدن مثل زیورالات تصور میکنیم بوده، مثل سوراخ کردن و زیورالات اضافه کردن به بدن بوده که یک انسان معمولی که انسان خارق العاده تبدیل بشه و این معمولا بین اشراف یا روحانیون رسم بوده. و این جمجمه ها میبینیم شبیه در آمریکای جنوبی هم پیدا شده. Gözlerimin çıkmaya, yüzlerinden urziya, yürekten urdu koydu, kara koyup verdi ya. Gözlerimin çıkmaya, yüzlerinden urziya, yürekten urdu koydu, kara koyup verdi ya. Harabe های شهر باستانی سمرقند معروف شهر افراسیاب. آیا افراسیاب شاهنامه واقعا اینجا حکومت میکرده؟ چند کیلومتر داخل شهر سمرقند در ریگستان جشنواره موسیقی، نگاه کنیم، کیف کنیم، لذت ببریم. Oh, yeah.
چی؟